أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. در این که فرشته ها با مریم علیه السلام گفتگوی داشتند در او تردیدی نیست، الا اینکه آیا این گفتگو مستلزم نبوت اوست یا نه بین اهل تفسیر اختلاف هست. بعضی از مفسران اهل سنت اصراری دارند که مریم علیه السلام جزء انبیا است و دارای نبوت است. بعضی ها این استدلال را به دو دلیل رد کردند که خلاصه اون دو دلیل در بحث قبل اشاره شد. دلیل اولشون اجماع است که ادعای اجماع میکنن که غیر از مرد کسی به مقام نبوت نرسید. دلیل دوم آیه سوره نحل و سوره یوسف است که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. در تفسیر آلوسی این دو دلیل رد شد. دلیل اول را اینچنین رد کردن که شما برای تثبیت مدعای خود در مورد خلاف به اجماع تمسک کردید. شما گفتید اجماع برای این است که زن پیامبر نشده است و نمی شود، در حالی که در باره نبوت مادر موسی و امثال زاله اختلاف است. نبوت هاجر، اینها که با فرشته ها سخن گفتند، سخنان فرشته ها را شنیدند، در باره نبوت اینها اختلاف است. شما در مورد اختلاف به اجماع توسل کرد. و اما دلیل دومتون اخصی از مدعا است یا اعم از مدعاست از یک نظر، زیرا آیه سوره نحل به سوره یوسف رسالت زنها را نفی می کند و رسالت بعد از نبوت است، یک کار اجرایی است. یعنی کسی که دارای شریعت است اگر مأمور ابلاغ باشد و پی که حق باشد به جامعه برساند، این سمت را رسالت می گویند. و آیه سوره نحل یا سوره یوسف که دارد و ما ارسلنا من قبل که لا رجال نوح الیهم، نشانش آن است که مردها فقط به مقام رسالت میرسند، زن به مقام رسالت نمیرسند. اما دلیل نیست برای این که زن به مقام نبوت نمیرسند. البته هر کس که رسول هست حتما باید نبی هم باشد، و اما اگر کسی نبی شد لازم نیست رسول باشد. لذا اون جمله معروفی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لا نبی بعدی، نفی رسالت را هم به صورت روشن به همراه دارد. چون وقتی نبوت نفی شد، رسالت که فرع بر نبوت است اون هم یقینا منتفی است. این خلاصه سوال و جوابی که در تفسیر آلوسی آمده است. اما باید عنایت کرد که صرف دیدن فرشته و شنیدن حرف فرشته ها نشانه نبوت تشریعی نیست. اگر هم دلیل منکران ضعیف باشد، دلیل مثبتان هم تام و قوی نیست، زیرا این نبوت اهم از نبوت انبائی و نبوت تشریعی است. ولی از این جمله یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین شاید بتوان حکم تشریعی را استفاده کرد. این هم در حد احتمال. جواب این احتمالم آن است که یک وقت وحی می آید به حکم، این معلومش شریعت است. یک وقت وحی می آید به فعل، این معلوم نیست شریعت باشد یا تسدید و تأیید باشد. گاهی به عنوان شریعت است، گاهی به عنوان عمل به شریعت جعل شده است. بیان ذلک این است که یک وقتی وحی می آید که به مردم ابلاغ بکن نماز بخوانند و روزه بگیرند، نظیر اقیم الصلاة،
یا اتم الصیام الی اللیل، این یه وحی تشریعی روشنی است. یک وقت وحی به فعل متعلق است نه به حکم. وحی نمی آید به اقیم الصلاة یا اتم الصیام یا لله علی الناس حج البیت و امثال ذلک. وحی به فعل تعلق می گیرد، مثل سبح اسم ربک الاعلا و سبح اسم ربک العظیم و مانند آن، که به فعل امر می شود. در این گونه از موارد ممکن است که به نحو تشریح باشد، چه اینکه اونچه که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است این چنین است. گاهی ممکن است وحی تشریعی نباشد، وحی تسدیدی و توفیقی و تأییدی باشد، نظیر اونچه که به ائمه میرسد، خواه به ائمه اطرت طاهره علیهم السلام، خواه به امامان پیشین. مثل اینکه فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات، این وحی فعل مستلزم تشریع نیست. ما از راه وحی به اونها رسوندیم این کار را بکنید. این وحی تسدیدی است که ایدهم به روح من هست، نه وحی تشریعی. در باره گروه خاصی فرمود الائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منهو، که در سوره مجادله است. این تأیید غیر از تشریع است. بنابراین درباره ائمه، خواه ائمه اطرت طاهره که آیات ناظر به اونها نیست، خواه ائمه پیشین، درباره اونها می‌فرماید و جعلناهم ائمتن، و همچنین فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. یک وقت انسان در خودش علاقه به نماز پیدا میکند، نماز رو دوست دارد، این معلوم میشود یه عنایت خاص الهی است. یک وقت به عنوان اینکه اقیم الصلاة تکلیف واجب است و اگر نماز نخواند جهنم میرود، نماز میخواند، این معلوم میشود از اون وحی تسدیدی بهره ای نبود. اگر انسان در خودش لذت نماز خوندن و علاقه به نماز را پیدا کرد، معلوم میشود یک سروش غیبی به جانش رسیده است که انسان علاقه پیدا میکند که فرونکار را انجام بدهد. این فوراً باید قدر او را بداند که اگر این کلام را زود اطاعت نکرد و زود امتثال نکرد، ممکن است که فیض برگردد. در تصمیم های خیر گفتن عجله کنید، و اما در کارهای متعارف نه. کار خیر را اگر در قلب شما گرایش پیدا شد، زود امتثال بکنید. این معلوم شد از جای دیگری با شما دارن سخن میگویند و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. وحی به اقامه نماز غیر از امر به اقیم الصلاة است. پس وحی فعل گاهی ممکن است همراه با تشریع باشد، نظیر سبح اسم ربک الاعلا و مانند آن، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اجعلوها فی سجودکم، یا سبح اسم ربک العظیم فرمود اجعلوها فی رکوعکم و امثال ذلک. گاهی ممکن است که به عنوان تأیید و تسدید باشد، نه تشریع، نظیر اوحینا الیهم فعل الخیرات. درباره مریم علیها السلام وحی تشریع نیامده که ابلاغ بکن، البته اون مورد ادعای مدعیان نبوت هم نیست، اما وحی امر به فعل است که این کار را بکن، نظیر سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک العظیم، یا من اللیل فتهجد به نافله لک. این هم احتمال تشریع را در بر دارد، هم احتمال تسدید و توفیق را. اگر کسی خواست برهان قام بگوید که این گونه از زنان نظیر مریم علیها السلام به مقام نبوت نرسید، این باید برهان تام به عقلی یا نقلی قام کند. برهان عقلی در مسئله نیست، بلکه به عکس است. زن می تواند به مقام ولایت کامل برسد.
اما برهان نقلی هست که به مقام رسالت نمی رسد. رسالت چون کار اجرایی است. اما آیا زن می تواند دارای نبوت تشریعی باشد برای خودش یا برای چند زن؟ اگر یک کسی خواست برهان اقامه کند، دعوایی داشت در این زمینه بود برهان نقلی اقامه کند. اینها از یک نظر وحیان، از یک نظر الهامن، فرقی ندارن. فرق جوهری بین وحی و الهام در این بخش نیست. الهام وسیله فرشتان می شود. اون آیه سوره یوسف و نحل رسالت را مخصوص انبیا دانستند. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. اما آیا اون دو آیه اطلاق دارد که حتی رسالت نسبت به زنان را هم مخصوص مرد بدانند؟ یعنی زن نمیتواند پیغمبر زنان باشد یا نه؟ بر فرض اطلاق داشته باشد، رسالت را مخصوص زن میداند، اما نبوت تشریعی که برای خود صاحب شریعت باشد و احکام شریعت خود را از ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها دریافت کند، این را شامل نمی شود. و اگر کسی مدعی نفی این بود، باید دلیل خاص اقامه کند. مسئله بعدی آن است که این ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک، نه احتمالش هست، نه از این وحی های تشریعی یا مریم اقنوتی لربکه و سجدی و رکعی مراکعین که دستور به اعمال شریعت هست ممکن است از باب وحی تشریعی باشد. کسی بخواهد به زرسقات نفی کند که بگوید مریم علیه السلام پیغمبر نبود، این برهان می طلبد. در تفسیر قرطبی از عده زیادی نقل میکند که مریم علیه السلام دارای مقام نبوت، که این به عنوان قول افراطی در بحث روز قبل گذشت. در تفسیر آلوسی هم میگوین شما نمیتوانید با ادعای اجماع در مورد خلاف یا با نفی رسالت که عمی از نبوت است، مسئله نبوت را از مریم علیه السلام سلب بکنید. بنابراین نمیشد به زرس قاطع گفت او پیامبر نیست، مگر اینکه دلیل خاص دلالت کند، دلیل نقلی البته، چون دلیل عقلی بر استحاله اقامه نشده و نمیشود. این ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، روایاتی در این باب هست که بعضی از این روایات خونده شد و بعضی از روایات هم در بحث امروز خونده میشود. و از مجموع روایات بر میآید که اگر فاطمه زهرا صلوات الله علیها سیده نساء عالمین باشد، چنین که هست، مخالف با ظاهر آیه نیست. چون اگر آیه این بود که یا مریم و ان الله طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، این ظاهرش آن است که او صفوه خداست نسبت به همه زنان عالم. اما چون کلمه اصطفا تکرار شد، معلوم می شود یکی نفسی است و دیگری نسبی و مانند آن. اون اولی مربوط به فضائل خود مریم علیه السلام است در معارف عقلی و فضائل اخلاقی. این دومی مربوط به اون چهره تاریخی است. یک کاری خدا درباره مریم کرد که نسبت به احدی نکرد، و اون این است که بدون همسر مادر پیغمبر شد. این حق است. در این کار مریم علیه السلام خصیصه‌ای دارد که احدی ندارد، و این دلالت ندارد بر اینکه مریم اعلم و افضل و اتقای از صدیقه طاهره سلام الله علیها است. بعد از خوندن اون روایات این جمع هم روشن می شود. در تفسیر آلوسی می گوید به اینکه بعضیا خواستن بگوین عایشه مثلا فضیلت دارد یا مثلا در درجه برتر هست، برای اینکه در باره او آمده است که خذوا صیدینکم من الحمیرا. ایشون میگوید بر فرض اینکه این روایت صحیح باشد، این روایت دلالت دارد بر اینکه دو ثلث دینتون را از عایشه بگیرید، چون ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدانست به اینکه زهرا صلوات الله و سلام علیها زود رحلت میکند، و اگر میدانست که فاطمه زهرا صلوات الله علیها میماند، میفهمود خذوا دینکم
کله من فاطمه. این حرف از یک عالم سنی، اینا چون اهل تحقیقن بلاخره در برابر ادله که قرار میگیرن ناچار این چنین سخن میگوین. میگد این دلیل فضیلت حمیرا نیست، برای اینکه میدونست میماند بلاخره، و اگر میدانست که فاطمه زهرا صلوات الله علیها میماند میفهمد همه دینتون را از فاطمه بگیرید. خب اینا سخنان مرحوم شیخ طوسی و مرحوم امین الاسلام از علمای خاصه نیست، حرفیست که اونها با این اصرار دارن دیگر. از این که دوباره کلمه یا مریم را فرشته ها تکرار کردن معلوم می شود که حکم جدیدی است. یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. تو هم در مقابل اون استفا و تطهیر تو هم دائم الخضوع باش و در حال سجده باش و در حال رکوع باش. قنوت همونطوری که در آیه 116 سوره مبارکه بقره بحث مبسوطش گذشت، یه خضوع دائم است و هر موجودی در برابر خدا قانت و خاضع است. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، که آیه 116 سوره بقره بود. یعنی سراسر جهان موجودات عالم امکان قانت و خاضعند. گذشته از اون خضوع و قنوت عمومی، انسان‌های خاصی هم پیدا می‌شوند که دارای این وصف قنوتند، نظیر اونچه که در اواخر سوره مبارکه نحل آیه 120 در باره از ابراهیم آمده است که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. این اقنوتی لربکه یعنی همون روش ابراهیم را داشته باش که برای خود قنوت داشته باشی و خضوع دائم مستمر داشته باشی و اهل سجود و رکوع باش. سیدن استاد رضوان علی احتمالی دادن که اگر اون احتمال را بتوان تصویب کرد احتمال لطیفی است، ولی خودشون توجه داشتن فرمودن این احتمال با خفا ابداع شده است. و اون احتمالی است که در آیه قبل سه فضیلت و سه بشارت به مریم داده شد، یکی ان الله اصطفاک، دومی و طهرک، سومی و اصطفاک علی نساء العالمین. در مقابل اون سه فضیلت سه حق شناسی هم لازم است. یا مریم اقنتی لربکه، یکی واسجدی، دو ورکعی مع الراکعین. اگر بتوان این سه حق شناسی و بندگی را در مقابل اون سه عنایت و اعطای الهی توجیه کرد که لطیفه خوبی است، و اما توجیهش کار آسانی نیست، لذا ایشون فرمودن به اینکه علی خفائن. بیان ذلک این است که درباره استفای اول ان الله اصطفاک، این فرمود یا مریم اقنتی لربکه. قنوت و خضوع لازمه صف بودن است. اینجا دیگر سخن از معلقانتی نیست، چون استفا استفای نفسی است، قنوت هم یه عبادت شخصی است. قسم دوم و تحرکه که طهارت هم یک امر نفسی است، سجود و خضوع شخصی را هم در مقابل او قرار داد، نفرمود وسجدی مع الساجدین. اما قسم سوم که یک استفای نسبی است و جمعی را در بر دارد و استفاک علی نساء العالمین، تو نسبت به دیگران افضلی، در اون مقابل فرمود ورکعی مع الراکعین. این ورکعی مع الراکعین هم نه یعنی نماز جماعت بخوان، بلکه با راکعین باش، منتها طوری با راکعین باش که افضل از دیگران باشی. قنوت و سجودت اختصاصی است و رکوعت مع الراکعین باش. علی‌ای حال توجیهش به خفا نیست، اما اگر یک رابطه‌ای برقرار بشود خالی از لطافت نیست. چه تشریع باشد چه تصدیق، بالاخره باید هماهنگ اون سه فضیلت باشد. در آیه قبل سه فضیلت ذکر شد، در آیه بعد سه تکلیف، باید هماهنگ اون باشد.
بعد می فرماد زاوکه من انباء الغیبه نوحیه الیک، اون چرا که ما در باری هست مریم برای تو بازگو کردیم حرفی نیست که در کتابهای دیگر باشد، این اخبار غیبی است. به دو دلیل این حرفها حرفهای تازه است و اخبار غیبی است. اینکه این خبرهای متقن در کتابهای اهل کتاب هم نیست، بخشی اصلا نیست، بخشی هم به صورت تحریف شده است. و دلیل دیگر این که اصولا شما در بین امیین به سر بردی و میبری، نه خودت مکتب رفته ای نه قومت آگاه بودن. به این دو دلیل معلوم میشود این حرف ها مستقیما از ناحیه غیب به تو رسیده است، از کتاب اهل کتاب نصیب تو نشده. حرف مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه حرف بسیار لطیفی است. این بزرگوار در همون کتاب شریف کشف الغطا میفرماید اگر اسلام نبود و اگر قرآن نبود اثری از مسیحیت و یهودیت در روی زمین نمیموند، زیرا مسیحیت و یهودیت تحریف شده، تورات و انجیل محرف که معاذ الله مریم علیها السلام را عذرا نمیدانند، تهمتهای ناروایی به این مطهره نسبت میدهند و بعضی از انبیا را به کشتی حق بردن و خیلی از آلودگی ها را به معاذ الله و بعضی از انبیا علیهم السلام اسناد دادن، این یک کتابی نیست که با پیشرفت علم بماند و یه دینی نیست که عاقل و فرزانه او را قبول کند، قهرن منزوی می شد و از بین می رد. وقتی که قرآن آمد انبیا را به عظمت معرفی کرد، مریم را به عصمت ستود، او را به عذرا بودن، مطهره بودن، صفه بودن معرفی کرد، عیسی و موسی را به اوج انسانیت رسوند، اینها را معصوم معرفی کرد، معارف توحیدی را در حد اعلا تشریح کرد، اونگاه مرز ربوبیت مشخص شد، مرز نبوت مشخص شد، محدوده رسالت مشخص شد، درجات وحی و الهام مشخص شد، دامنه مریم علیها السلام تطهیر شد و این ادیان آسمانی را سرپرستی کرد، بازسازی کرد در حقیقت و نوسازی کرد و اینها را حفظ کرد و اینها میمونه حالا. و اگر قرآن نبود چون این ادیان اولا یکی پس از دیگه تحریف شده بود و اون هم در اختیار کلیسا بود و روزانه تحریف می شد، الان که شما می بینید، الان می بینید به این که مراکز مذهب های اهل کتاب بی ارتباط با دستگاه ها نیستن، یعنی این مسیحیت آمریکایی و این یهودیت آمریکایی است که بعد کم کم نفوذ کرده به صورت اسلام آمریکایی در آمده بیان امام رضوان الله علیه. اونا دیدن مسیحیت را می شود آمریکایی کرد، یهودیت را می شود آمریکایی کرد، خیلی از کارا را می شود به دست اسقف و کشیشا انجام داد و انجام دادن، لذا اصراری داشتن که یک سمیناری در آمریکا طرح کنند به عنوان اسلام شناسی تا قبل از 100 سال. و این حرف مرحوم کاشف الغطا از اون غرر حرف های این بزرگوار است که اگر قرآن نبود دینی در روی زمین نمی موند. با این پیشرفت هایی که علم دارد و فهم بشر رشد می کند هرگز اون مسیحیت و یهودیت تحریف شده را نمی پذیرند. لذا ذات اقدس اله می فرماد آنچه که ما در باره مریم گفتیم، در باره زکریا گفتیم، در باره مادر مریم گفتیم حرف نویست. خلاصه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اولا در کتاب های اونا نیست، برفض باشد تو و قومت اهل مطالعه کتاب ها نیستید. مسائل وقتی خیلی مهم و حساس باشد قرآن می فرماد این خبر غیب است که ما داریم میگیم، تو در اون صحنه نبودی ولی ما این جریان را برات بازگو کردیم. ما کنت ساویان فی اهل مدین ولی جریان مدین این است، ما کنت به جانب تور ولی جریان وحیابی موسی کریم این است، و ما کنت لدیهم از یلقون اقلام هم جریان این است، از یختسمون جریان این است. این صحنه ها رایی که پس از دیگری می فهمد تو نبودی اون وقت ولی قصهشون اینه و این حرف ها را من مستقیما از عالم غیب دارم برای تو گزارش می دهم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، و اگر چنچه این حرف ها خدای ناکرده کمی ناسواب بود اونا از هر نظر می توانستن مبارزه کنن،
دیدن که نه، قرآن آمده اصلا اونها رو زنده کرده، یعنی تورات رو زنده کرده، انجیل رو زنده کرده، به اونها شرف داد. خلاصه کم کم دست برداشتن. در بخش های دیگر مشابه همین تعبیر را دارد که تو در اون وقت نبودی و این جریان غیب دست اول است که ما برای تو بازگو میکنیم. آیه 49 سوره هود بعد جریان است نوح این است: تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. این حرفی نبود که تو یا مردم جزیره العرب قبلا بدانید. اینا گزارش های غیبی است که ما میگوییم. نه تو میدانستی و نه قومت. تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که این کانه منفی نقشش آن است که تو اون نبودی که بدانی و قوم تو هم اون نبودن که بدانم، برای اینکه یا باید اهل مطالعه باشن که نیست، کتاب بخوانن که اهل خوندن کتاب نیست، اگرم بخواهن کتاب خون باشن این حرفا تو کتاب ها نیست. لذا نمی فهمد ما علمت یا ما تعلمو، فهمد تو اون نبودی که بدانی. ما کنت تعلموها، این ما کنت تعلموها مشابه همون آیاتی است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه که تو بحثش تو سوره مبارکه بقره گذشت. یعنی پیامبر چیزی به شما یاد میدهد که نه تنها الان نمیدانید، هر چم کوشش بکنید نمیتوانید یاد بگیرید. این حرف هر روز تازه و زنده است، اختصاصی به مردم یک عصر ندارد، به مردم تمام عصرها در هر دوره میفرماد به اینکه به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، چیزهایی به شما یاد میدن که شما نبودید که یاد بگیرید، چون حرف همیشه تازه است. این خطابات شفاهی که مخصوص قوم دون قوم نیست، چه اینکه ذات اقدس اله به رسولش هم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، این اون نقش دارد. در این زمینه هم فرمود تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، چه اینکه در بخش های دیگر هم همین مشابه این جریان هست که اینها جز اخبار غیبی است و ما فرستادیم. نظیر آیه 102 سوره یوسف هم این است: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. در اینجا راز غیب بودن رو مشخص میکنند، میفرماید این حرفها پیش کسی هم که نیست، در هیچ کتابی هم که نیست، هم که تو اون صحنه نبودی، بالاخره اطلاع یا باید سمعی باشی یا بصری، این قضایای خارجیه، یا خودت باید حضور داشته باشی یا باید از کسی بشنوی یا در کتابی بخوانی. از کسی هم که نشنیدی، در هیچ کتابی هم که نیست، تو هم که تو اون صحنه نبودی، میشه غیب؟ بله، اونجا در اون مرحله که نور اینها یکیست عالم است، باز هم نظیر و علم آدم الاسماء کله هاست، معلمشون خداست. در همون مرحله هم خدا به اینها میفرماید به این که تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک. در مرحله تنزل هم باز معلمشون خداست، خدا به اینها میفرماید که تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک. بالاخره معلم که ذات اقدس اله است به متعلم میتواند بگوید به اینکه تو از خود پیش خود نمیدانست، چه در نشعه غیب چه در نشعه شهادت. در اول سوره زخرف آمده است که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونجا که جای ام الکتاب است معلم خداست، اونجا که عربی مبین است معلم خداست. هم در نشأه عربی مبین می شود گفت به این که تو از خود نمی دانی و نمی دانستی، هم در مرحله ام الکتاب می توان گفت به این که تو از خود نمی دانستی. غیب بودن به این است که انسان یا از کسی بشنود و در کتابی ببیند و بخواند، یا خودش در صحنه باشد. فرمود به این که تو که از کسی نشنیدی
و در کتاب های دیگر هم نیست، تو هم که تو اون صحنه نبودی، بعد میشه غیب. این ما کنت ما کنت، یعنی تو در اونجا نبودی، برای آن است که شهود را از خدوس حل بکنن. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، این برای آن است که شنیدن و مطالعه کردن را سلب بکند، بعد میشه غیب محض. بله، اما خیلی از چیزها را ذات اقدس اله بر رسولش الهام کرد و همچنین به ائمه علیهم السلام الهام شده است. اونا از که مفسر قرآنان میدارن دیگه، از پیش خودشون چیزی ندارن و نمیگوین، چون اونها در بین این راه‌هایی که تصور می‌شود چند راه هست که جز صفات سلبی اونهاست. بعضی‌ها حرف که می‌زنن من انده سخن می‌گوین، روی هواست. از قاس و احلام هم چون در خواب الناس نیام ازاماتون تبهو، خوابارود سخن می‌گوین، حرف‌های اینها هم از قاس و احلام است، من الهواست. گروه دوم کسانی هستن که نمی‌خواهن روی هوا سخن بگوین، ولی یه هوای مخلوطی است، یعنی یه سلسله ادله شرعی است به زمینه هواها و درک‌های خودشون. این همون اهل قیاس و استحسان و مصالح مرسله که اونها دارن. این یه تعبد تام نیست، این یه هوای مخلوط است. قسم سوم این است که نه هوا نیست، نه هوای مخلوط است و نه هوای محض، ولی البته قصور درش هست، نظیر اجتهادی که علمای امامیه دارن. استدلال دارن، استنباط دارن، اجتهاد دارن، پرهیز از قیاس و استحسان دارن، رو همین عدله درک میکنن. این قسم سوم. ائمه علیهم السلام نه تنها منزه از قسم اول دومن، مبرای از قسم سوم هم هستن. این چه نیست که حالا اینا که فتوا بدن اجتهاد بکنن که بشه علوم زنیه، طبق زنون سخن بگن، که این هم طبق الهامه. اینها هم طبق وحی و الهام الهی است و ان بینتن سخن میگوین، نه ان اجتهاد ظنیه. اینها علومشون به ذات اقدس اله برمیگردد، حالا یا به واسطه فرشتاست، یا واسطه رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، یا عناوین دیگر، و از پیش خودشون هرگز سخنی ندارد. منظور آن است که اینکه خدا میفرماید اینا جریان غیبی است، بعد اصرار میکند به اینکه تو نبودی، قومت هم نمیدونستن، جایی هم نمیخوندی، برای اینکه همه مجاری احتمال را ببندن، وقت میشه غیب محض. در تفسیر شریف نور الثقلین روایات است که بعضی از اون روایات ها از اعمالی مرحوم صدوق اینها خونده شد، بعضی از هم مربوط به نهج است که قبلا خونده شد، اما بعضی از روایات است که برای جمع بندی خوبه، که اون چه که از روایات برمی آید که فاطمه زهرا صلوات الله علیها سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین است، مخالف ظاهر آیه نیست که ما بگوییم برخلاف ظاهر آیه حکم شده، ما طبعا لروایه از ظاهر آیه دست برداشتیم. اصولا آیه ظاهرش در استفای نسبی، یعنی این وصفا که الان نساء العالمین ناظر به مقامات معنوی و علم و فضیلت و معنویت و عبادت و اینا نیست، اینها را اون استفای اولی بیان کرده که متعلق ندارد. این استفای دوم که استفای نسبی است، یعنی یک کاری درباره مریم کرده که نسبت به هیچ زنی نکرده. خب درست هم است، به اطلاق باقی است. این قرینه است دیگر. بر در مواردی که با قرینه ذکر می شود معلوم می شود، مثل همون حرفای اعلم الناس و اشعر الناسی که در بحث روز قبل گذاشت، این البته با قرینه است، اما اون چی که در باره بنی اسرائیل آمده که فضلناهم علی العالمین، اون نه، اون معنیش نیست که بر عالمین عصر خودشون، چون در آیات دیگر قرینه است، یعنی خدا کاری کرده نسبت بنی اسرائیل که نسبت هیچ که نکرده. آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، این همه انبیا به قومی نداد، به هیچ قومی نداد. نه آخر اون استفای اولی مراجعه به مقامات و معنویات است دیگر. این استفا که یعنی در مقام علم و قداست و معرفت و عبادت امثال داره. این روایات فراوانی که در ذیل همین آیه در تفسیر شریف نور الثقلین آمده است ملاحظه فرمایید. یکی از اون روایاتی که از امام باقر هست این است که معنی آیه اینه که استفاک من ذریه الانبیا،
و تحرک من الصفا یعنی از آلودگی، و استفا که لولادت عیسی من غیر فهل و زوج. خب این استفای دوم استفای نسبی است، یعنی کاری خدا با مریم کرد که با هیچ زنی نکرد. خب درستم هست، هیچ زنی مثل مریم این چنین نبود که بدون همسر پدر یه پیغمبری بشود. حالا اونگاه اون چه که قبلا از اعمالی مرحوم صدوق خونده شد، ایشون از علل الشرایع هم نقل میکنن این رو که فی کتاب علل الشرایع به اسنادی را ابی عبدالله السلام که قال انما سمیت فاطمه علیها سلام محدثتن لان الملائکه کانت تهبت من السما فتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران فتقول یا فاطمه تو ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، یا فاطمه تو نوتی لربک بس شدی ورکه معراک این فتحدثهم و یحدثونها. فقالت لهم ذات لیله الیست ال، تا اینجا معلوم می شود حد اکثر فاطمه علیها السلام در حد مریم سلام الله علیها است، اما در ذیل این چیه است که فقالت لهم ذات لیلتین، در همه این ایام محادثه و محدثه بودن فاطمه علیها السلام به فرشته ها فرمود الیست المفضلته علی نساء العالمین مریم و بنت عمران. فقالو، فرشته ها به زهرا علیها السلام عرض کردن ان مریم کانت سیدت نساء عالمیها و ان الله عز و جل جعلک سیدت نساء و عالمک و عالمها و سیدت نساء الاولین و الاخرین. خب این روایتی که علل الشرایع از امام صادق سلام الله علیه میکند اون مطلب حق را تبیین میکند، ولی این چنین نیست که ما بگوییم طبق این روایت ما دست از ظاهر آیه برمیداریم. معلوم میشد اون یه ظهور ابتدایی بود که ما خیال میکردیم منظور آن است که او سیده نساء عالمیان است مطلقا. بعد وقتی که ما را متنبه کردن که این لازمش تکرار هست و تأسیس اولای از تأکید هست، به اون استفای اولی ناظر به کمالات هست، این استفای دومی ناظر به مادر شدن هست، می فهمیم بله حق با این کسیست که ما را متنبه کرد. این تنبیه هست نه خلاف ظاهر، نه اینکه ما دست از ظاهر برداریم برای یک روایتی، بلکه روایت ما را متنبه کرد. این بینشون فرق است. یه وقت است که آیه میگوید که بنی اسرائیل علی العالمین فضیلت دارن، ما خیال بکنیم منظور این است که در مقامات معنوی و علمی و عملی اینا افضلن، بعد میگوییم به این که منظور آن است که نسبت به زمان خودشون یه خلاف ظاهری رو مرتکب میشویم یا میگویم انصراف از امثال. گاهی میبینیم نه، شواهدی ما رو متنبه میکند که نه، شما دست از این قصد ظاهر بر ندارید، منظور از این عالمین همون جهانیان است، چه عصر خودشون چه عصر آینده. اما کاری خدا نسبت به بنی اسرائیل کرد که نسبت به هیچ نکرد، به اوی است که در قوم اینها انبیای فراوانی بود و این فضیلت را خدا به هیچ ملتی نداد. خب درستم هست، وقتی این تذکر را ما دادن ما متنبه می شویم، نمیگیم باید به وسیله روایت دست از ظاهر آیه برداشت، میگیم به وسیله روایت ظاهر آیه را میفهمیم. الحمدلله رب العالمین.